جناب آقای مشیری، شب شما خوش. درود بر شما جناب مهدی گرامی، درود رسم خدمت شما و هموطنان و همزبانان دوستان رادیو صدای ایران. بسیار از شما سپاسگزارم جناب آقای مشیری عزیز. آقای مشیری، میخواستم نظرتون رو درباره استفاده ابزاری از دین و مذهب و عرض کنم که به خصوص در زمینه امام زمان در ایران توسط این رژیم پرسش کنم. بله، خدمت شما عرض میکنم که این استفاده ابزاری در واقع شکل حکومتی گرفته امروز، اما از همون ابتدای کار که این دروغ بزرگ پراکنده شد و این دروغ آزمایان به صحنه آمدن، کاملا یک استفاده ابزاری از روز نخستین بوده. در واقع به لحاظ تاریخ عرض کنم خدمت شما که این داستان شیعه‌گری و اینها ابتدا یک تعداد اندکی بودند، این عرض شود که همین کسانی که به علی میخواستند که رأی بدهند، تعدادشون رو بین 6 نفر تا 8 نفر نهایت نوشتن، یعنی در کل جزیره العرب و در مدینه که رأی میدادن، این 6 7 نفر گفتن که بایستی ما به علی رأی میدادیم. و لغت شیعه اساسا ابن خلدون به ما میگوید یعنی پیرو، و یه لغت قدیم بوده و رفته رفته به واسطه پشتکاری که و ارادتی که این دوستان دوستداران خاندان علی به خرج دادن، این شیعه تبدیل به یک اسم خاص شده است. یعنی ما امروز میگویم شیعه، معلوم کنه کیست. اما از همون ابتدا این استفاده ابزاری بود. و وقتی که رسیدیم به این امام 11 حسن عسکری، این بچه ای نداشته در واقع، یعنی همه تاریخ های اسلام حکایت از این دارن که این مرد عقیم بود و وقتی هم که فوت شد زنان او رو آوردن و قابله ها آوردن در دارالخلافه، اونجا اینها رو یک سال نگه داشتن، هیچ فرزندی تولید نشد. حالا گرچه تولید هم میشد، یک آدم معمولی بود مثل اجدادش، خب میمرد، اما جلو این دروغ رو بگیرن باری. و بعد عرض شود که شیعیان این دروغ رو به میان انداختن که بله این صاحب بچه بوده است و اینها، و دو نوبت غیبت کرده است. از این داستانها، اینها یک گروه بسیار بیسواد بیچارهی بودن، این در واقع بردگان حوزه بصره و کوفه و شام و اینها، بردگان و بیسوادان و همواره شیعیان از پایین ترین قشر جامعه بودن. بین اینها ما محقق نمی بینیم، خیلی خیلی اندک، تا چند قرن محقق شیعی خیلی اندک بوده به نسبت اهل در واقع تصنع. و ایرانیان در این رهگذر در واقع به لحاظ سیاسی به این تناب آویختن که به گونه هویت خود رو حفظ بکنن. یعنی ما اگر نگاه کنیم به ساختار شیعه یا آیین تشیع، در بیاییم که بازسازی آیین گذشته ایران هست. و حالا من وارد بحثم چون طولانی است که چگونه فرض فرمایید که آخرین سوشیان که ظهور میکند مقابل در واقع در نزد ایرانیان قدیم از یک دریاچه است که او دنیا رو پر از عدداد میکند. اینا هم گفتن از چاهه، چون در اون منطقه آبی نیست، دریاچه رو به آب در این کتاب که در قرن ششم تحریر شده است به نام صداه الروافض همین ها رو توضیح داده است. یعنی 68 فضیحت بر شیعیان برشمرده که یکی تعدادی از آنها همین ایرادی است که گرفته است، که میگوید این رافضیگری در واقع همون گبرکیگری است به قول خود او، که سر از گریبان رفت به در آورده. بنابراین از ابتدا توسط ملایان که به وجود آمده رفته رفته این استفاده ابزاری بوده در دستمان، یک دکان بسیار بسیار پردرآمدی برای آخوندها بوده و همواره شیعیان یعنی رافضی میگفتن مورد نفرت سواد اعظم مسلمین که اهل سنت بودن و امروز هم هستن بودن، تا خیلی داستانش مفصل است، تا همین روزگار صفویان که اونا هم شیعه بودن، به زور شمشیر این مردم ها رو شیعه کردن. یک زمینه های هم بود، اگر ما نیک بنگریم به نقشه ایران نگاه کنیم، یعنی از جنوب ایران ناحیه دشتی و خرمج و عرض کنم بندر بوشهر و اینها میبینیم اهل تسنن هستن. در کناره های ایرانی مطلب رو من دیشب عرض کردم،
تا کردستان و اینها تا برسیم به شرق خراسان، منطقه قوچان و کلات، اونجا اهل تسنن هستن، یعنی کسانی هستن که شمشیر خون ریزه شاه اسماعیل و عرض کنم که اولاد احوادو به اونجا نرسید باری و فرمانی استفاده ابزاری. اینها در واقع از این قضیه همواره استفاده کردن، استفاده سیاسیش در روزگار صفوی بود که البته مستقیما ملایان نبودن تا رسیدیم به امروز. این حالتی که این ملایان به وجود آوردن که یک عمر گفتن که تمام سلاطین جهان قاصب حکومت علی هستند و در واقع حکومت رو خداوند به علی داده و اینجور داستانهای لاتائل، اینها توانستن عملا حکومت در ایران به دست بگیرن به واسطه زمینه هایی که ایجاد شده بود برای اینها. و مرحوم کسروی در یک جا میگوید این آخوندها مدعی سررشتداری هستند، یعنی حکومت، و خدا نکند که اینها به سررشتداری برسند که بسیار برای توده زیانمند است و سبب بیچارگی توده خواهد بود. و میگوید تکرار میکنم سبب بیچارگی توده خواهد بود. اینا برای اولین بار رسیدند و بعد اینها این استبدادی که تشکیل دادند، تصور اینها این بود که میتوانند با همین اختناق و ضرب چماق و اینها ادامه بدهن. رفته رفته مردم ایران بیدار شدن، اینها دیگر چیزی برای گفتن ندارن. آقای مهری گرامی دست انداختن در ته توبره و آخرین در واقع ترفند و نیرنگ رو بدون آویختن، یعنی همین داستان شیعه. و اینها میدانند که این بازاری ندارد نزد اهل خرد و در واقع دانش آموختگان ایران این سخنان لاتائل، اما اینها سرمایه گذاری روی فقرا و جهلا ایران دارن میکنن آقای موری گرامی، و پول به اونها میدهن و از بچه های اونها میآورن تهران رو کنترل کنن. بچه های 10-12 ساله دهاتی بی سواد بیچاره هموطن رو میآورن پولی میدهند و یک باتوم های مسلسلی رو عرض میکنم که به پول نفت هم که هست، و اینها روی اونها دارن سرمایه گذاری میکنن که این جهلا به ضرب چماق و کشتار حکومت ایران نگاهداری بکنند و آویختن به ریسمان این دروغ قدیم. و واقعا این ادبار عظیم رو آقای مهری من نمیدونم چگونه توجیه کنم و از کلام براش پیدا نمیشه که یک حکومتی در قرن 21 بیاید 70 میلیون نفر ایرانی رو به بدبختی و بیچارگی بنشاند و این ادبار تاریخی رو بر مملکت حاکم بکند. و وقتی مردم بگوین ما نمیخواهیم شما رو، که مدت هاست میگن ما نمیخواهیم و بیزاریم از شما، اینها آویختن یک دروغ تاریخی که بله اون یه در خراسان احمدی نژاد خنده آور. آقای موری گرامی این یک کمدی در واقع کمدی دراماست در مملکت ما و این نشان دهنده ورشکستگی کامل عرض میکنم که گمراه هست و فکر نمیکنم کاربردی داشته باشد. که البته تصور نفرمایید که حتما مطلع هستی شما بهتر از من که اینا از ابتدای کار شروع کردن به گسترش این خرافات و بودجه های کلان کشور ما که باعثی صرف توسعه مملکت و در واقع تعلیم و تربیت جوانان بشود صرف همین خرافات است، از طریق همین تکنولوژی که مدرنیتی و تعقل و علم هدیه کرده است به بشریت. اونها از بام تا شام بنده یک شو از اینها دیدم در تلویزیون، چه دختر بیچاره رو آورده بودن، دختر بچه بودن با همون پوشش اسلامی، سوال میکردن که سه جواب داشت. امام زمان از کجا ظهور میکند؟ در مدینه مثلا از کوفه یا از جمکران؟ و دختر میگفت که از جمکران. میگفت به به شما برنده شدید. و اینها همه دروغ های این شیاطین هست. هموطنان ما بایستی بیدار باشن، دشمنان خود رو بشناسن. اینها دروغگویان هستن و دشمنان قسم خورده قدیمی این مملکت هستن، نه اینکه امروز دشمن شده باشن. اینها از همون ابتدایی که عمامه رو بستن حدود 1000 سال پیش که این مدارس طلبگی آغاز شد، اینها دشمنان سوگند خورده این سرزمین هستن. با همه کر و فر این مملکت و تاریخ این کشور و فرهنگ این کشور اینها دشمنی ورزیدن تا به امروز. امروز هم که سرمایه ها و در واقع همه چیز مملکت دست اینهاست و بیلیاقتی و شقاوت و آزمندی خود رو و اعلی درجه نشون دادن،
امروز آویختن به این ریسمان دروغ چاه امام زمان و از این داستانهای مسخره. و عرض شود که این در واقع همونطور که من فقط مطالب رو از جناب عالی در این دو دقیقه آخر فرمایشاتون شنیدم، دریافت مطلب رو میگوید که این مسخره بازی ها رو کنار بگذارید که باعث تضعیف بنیاد تشیع میشود. و درست گفته است. یک بار دیگر هم من خدمت شما عرض کردم، اینها اونقدر میزنن که مقام از دستشون خارج بشه و گمان میکنم این آیت الله هایی که نشستن در قم و یک عمر مردم ایران کار کردن و اینها خوردن خودشان و فرزندانشان و اینها، اگر کنار مردم نیستند در این مقطع بسیار مهم تاریخی، فکر کنم بساط این ابا عبدالله الحسین از ایران وکیده شود و همونطور که آقای سیستانی هم گفتن این ماجرا به منتهی درجه تضعیف بشه در مملکت ما. آقای مهدی گرامی ممنونم. آقای مشیری، یک سوالی شنونده عزیزی با توجه به کتابی که شما نوشته ای از آتن تا هیروشیما سوالی کردن، گفتن که اثر رادیواکتیویته در هیروشیما و ناکازاکی تا چه زمان دوام آورد و آیا هنوز آثار زیانبار رادیواکتیو اون زمان در جنگ دوم جهانی که دو بمب در این دو شهر منفجر شد وجود داره یا نه؟ بله، عرض میکنم خدمت شما که وقتی یک بمب اتمی ما منفجر میکنیم در سه مرحله زیانبار هست و در واقع کشتار میکنه. مرحله نخست برق انفجار هست، یعنی لحظه ای که بمب منفجر میشه. به خدمت هموطن عرض میکنم که این بمبای اتمی رو به زمین نمیاندازن، با مطالعه وضعیت زمین و اون شهر در یک ارتفاعی این رو منفجر میکنن که فشارها به همه جای این شهر وارد بشود، چون اگر به زمین بزنن در واقع بمب رو هدر دادن، تخریبش اندک خواهد بود. در ماجرای هیروشیما هم در حدود 1900 پایی این بمب رو با محاسباتی که در دفتر اوپنهایمر کردن و عکس‌های هوایی که گرفته بودن، در 1900 پایی بمب رو منفجر کردن. در سه مرحله است که این بمب کشدار میکنن. مرحله اول برق انفجار هست که این برق به قدری قوی هست که تا فرض فرمایید 1000 پایی اعما و احشا انسان رو به جوش میاره در درون انسان و یک حالت وحشتناکی حتی تا 4000 پایی سطح کاشی ها به جوش آمده بود بر اثر این برق. و مشهور است که از حیواناتی مثل سگ و گربه و مار اینها سایه هایی بر سطح خیابان ها مانده بود که توضیح علمی نداشت، یعنی اونقدر وحشتناک است. و کسانی که این هواپیمای انولا گی رو نگاه میکردن که نام اون هواپیما بود چون خلبان اسم مادرش روش نوشته بود، کور شدن، یعنی کسانی که برق انفجار دیدن کور شد. این مرحله اول هست و در واقع سبب خشک شدن محیط و آماده کردن اون برای آتش سوزی میشه. و بعد عرض کنم که موج انفجار هست. موج انفجار در واقع بعض اوقات با حالا بستگی به اندازه بمب داره. خدمتتون عرض میکنم بمبی که بر هیروشیما انداختن بین 12 تا 15 هزار کیلوتون قدرت داشته. امروز یک زیردریای اتمی آمریکا قدرت تخریبی اتمی برابر با 3000 برابر بمب هیروشیما در اختیار فقط یک زیردریایی هست. این است که اون بمب کوچکی بود. باری این موج انفجار که وارد میشه، چون از یک سو فشار وارد میکنه، ساختمان ها رو از ریشه میکنه و آتش سوزی و گرد و خاک و طوفان و اینها که داستان نگفتنی است واقعا. فردوسی فرمود نبیند چنان جنگ جنگی به خواب، یعنی جنگی ها روزگار قدیم همواره تصورشون بر این بود که یک سلاحی مخرب در اختیار داشته باشن که نهایت مخرب باشه. و در رویاهای هولناک جنگ طلبان چنین تصاویری گذشته و اینها در بمب اتمی در واقع محقق شده. و بعد موضوع رادیواکتیویته هست که در واقع ابتدا بعد از این که این موج انفجار کار خودش رو کرد،
این اشعه گاما هست، اشعه گاما که بسیار بسیار نفوذپذیر هست، و این اشعه گاما به سرعت از با طول موج خیلی کوتاه، چون یک انفجار اتمی تولید سه نوع اشعه میکنن، آلفا و بتا که خیلی نفوذ ندارن در هوا، و گاما به واسطه طول موج کوتاهی که دارد بسیار شبیه اشعه ایکس هست از بدن عبور میکنه و در واقع مراکز خونسازی بدن که مغز و استخوان باشه از کار میاندازه، و شخصی که در مقابل این تشعشع قرار گرفته ظاهرا سالم هست تا یک هفته. از هفته دوم بیماری ها شروع میشه تا در هفته هفتم به اوج خودش میرسه مرگ و میرها، و بعد مواد رادیواکتیو هست. یعنی مواد رادیواکتیو در خدمتتون عرض میکنم که از این بمبی که منفجر میشه همه اون مواد ممکن است به انرژی تبدیل نمیشوند و اینها پراکنده میشوند در محیط، و اون توده عظیم قارچی که ایجاد میشود که سر بر افلاک میکشه مانند دیوی که تنور بکشد، تا 50,000 پا اون قارچ اتمی بالا میره و به شدت رادیواکتیو هست. که البته در باب عرض کنم عناصر رادیواکتیو عرض کردم اینا یک نیمه عمری دارن که ممکن است تا چند میلیون سال طول بکشه تا اون خونسا بشه. در باب ژاپن مرگ و میرها رو خدمتتون عرض میکنم، در لحظه نخستین از این 70,000 منزلی که در شهر هیروشیما ساخته شدن، و هیروشیما خیلی خیلی شهر زیبایی بود، یک چیز حدود 40,000 تا 45,000 در دم از میان رفتن و قریب 50,000 تا 60,000 تن در دم مردن. اما بر اثر همین تشعشعات و اشعه گاما بین سالهای 1945 تا 1955 200,000 نفر بر اثر بیماری های گوناگون اینها جان دادن و مردن، و مجبور شدن ژاپنی ها، البته وقتی چنین حادثه هست باید خاک رو منتقل بکنن و خاک رو در یک جایی پنهان بکنن، چون هیچ وسیله‌ای نیست که ما بتوانیم بلافاصله این مواد رادیواکتیو رو خنثی بکنیم مگر که اون مواد رو جدا کنیم. یعنی در همین نیروگاه‌های اتمی که امروز یک مشکل بزرگی است در ژاپن که همه جهان رو دچار ترس کرده است، اینها این زباله‌هایی که بیرون می‌کشند از این نیروگاه‌ها که فرض کنید اورانیومی باشن، اینها تولید مواد رادیواکتیو پلوتونیوم اینها می‌کنند که اینها رو در بشکه های سربی بسیار قطور میریزن در همین آمریکا، در یک محلی در این بیابونه های جنوب 1500 متر زمین رو میکنن و بعد تونل ها زیر زمین ایجاد میکنن و بعد سیمان میریزن که اینا اونجا پنهان بمانن تا زمانی که اینها کاملا خونسا بشوند. یک دردسر عظیمی است این زباله های اتمی برای آقای موری کشورهای صنعتی. حکایتی است این چیزی که ما میشنویم، یک حکایتی است. من یک بخش کوچکی رو از این بخش شما میخوانم از صفحه 56 کتاب از آن تا هیروشیما. اینجا میگوید کسانی که در فاصله 4,000 پایی مگرسف قرار داشتن همه بلا فاصله کشته شدند، و درصد کسانی که بین فواصل 2,000 پایی و 5,000 پایی از حرارت فوق‌العاده جان بر بودن بسیار اندک بود. در بسیاری موارد لباس بر تن اونها ناگهان مشتعل شد. در چند ثانیه اول حرارت ناشی از برق انفجار تا فاصله 1300 متری از مرکز همه موجودات زنده را مبدل نمود. حرارت به حدی بود که آب در بدنها جوشیدن گرفت و اعضا و جوارح در حد اقل زمان تبخیر شدند و استخوانها به صورت قطعات شکننده زغال در آمدند. از جانوران نظیر سگ و گربه و خرگوش و مار و غیره سایه عجیبی بر سطوح پیاده‌روها و خیابان‌ها باقی ماند که توضیح علمی بر اونها متصور نبود. تا این فاز اول هست. در باب عرض کنم که این مطلب گاما، اینها چون این گرده های خونی تولیدشان دچار کمخونی میشه به واسه اینکه گلوبول های سفید و گلوبول های قرمز تولید نمیشه، و همچنین گرده های خون که سبب انقاد خون هستن نیست، در چشمان انسان شروع میکنه خون دویدن و یک وضعیت خیلی خیلی وحشتناک آقای موری برای بازماندگان باقی میماند. تعداد کشتگان رو من اینجا یک آماری به دست آوردم از دانشگاه استنفورد که
منتقل کرده بودن، کسانی که بین فاصله 500 تا 1000 متری کوه هزار پای قرار داشتن 93% کشته شدن. کسانی که بین 1000 تا 2000 پا بودن از مرکز انفجار 92% کشته شدن. 2000 تا 3000 پایی 86% کشته شدن. بین 3000 تا 4000 پایی 60% تلفات بوده و بین 5000 تا 6000 پایی 12.5% و بین 9000 تا 10000 پا هست که کسی بر اثر انفجار کشته نشده و بیشتر مردگان بر اثر همون نخستین هست و آتش سوزی ها و بعد اون جریانات رادیواکتیویته و اشعه گاما که خدمت شما عرض کردم. در واقع کسانی که اندک اطلاعی از این داستان دارن و فکر میکنم که جامعه دانش آموخته جهان در این دوران سرد همواره یک سایه هولناکی از یک جنگ اتمی رو بر جان خود حس کردن، به ویژه که عرض کنم که چندین بار اولتیماتوم اتمی داده شد بین آمریکا که البته اون هم یک موضوع دیگری است، اما وضعیت خارق‌العاده خطرناکی ایجاد شده بود. در روسیه بیشتر از 200 تن پلوتونیوم خالص و نمیدونم چند هزار تن اورانیوم فزون بر چند ده هزار بمب اتمی که ساخته بودن، اینا رو آماده کرده بودن برای بمب‌های بیشتر و هیچ دانسته نیست برای چه. مثلا آمریکا بیشتر از 30,000 کلاهک اتمی رو برای کجا ساخته و روس‌ها اون چندین ده هزار بمب اتمی رو برای چه کسی می‌خواستن؟ چون جمعیت کره زمین اونقدر نیست که بشه بعد چندین هزار بمب اتم بر روی هم ریخت. این است که یک کار دیوانه‌واری بوده. اساساً اختراع این داستان یک چیز فوق‌العاده خطرناک و بی‌اندازه کثیف و هول‌آوری بوده، ببیشه که این تکنولوژی پراکنده شد و در دست کشورهای بی‌ثبات قرار گرفته. امروز دنیا در حول بمب‌های پاکستان عرض می‌کنم هست، به ویژه که یک بار یک بمبی را هم داشتن در یک درگیری با هندوستان سوار هواپیما می‌کردن. اصلا تصورش وحشتناک است و اینها گویا آمریکایی‌ها متوجه شدن از طریق فضا و بلافاصله کسانی فرستادن که شما مشغول چه کاری هستید، برای چه این بمب رو به این هواپیما در واقع سوار می‌کنید، برای چه؟ و عرض می‌شود که امروز هم که موضوع از بمب‌سازی این امام زمانی ها هست که حقیقتاً یک چیز وحشتناک است. جناب مهری گرام خیلی ممنون. آقای مشیری، اخیراً گفته شد در ارتباط با این فاجعه نیروگاه اتمی در ژاپن که آب‌های آلوده رو با وسائلی به اعماق اقیانوس می‌برن و در اونجا رها می‌کنن. این خطرناک نیستش برای آینده بشریت، آب‌های جهان؟ والا در صورت کار شاید فکر کردن که چون در عمق اقیانوس اونجا فشار خیلی بالاست و این آبی که آلوده هست، اینها کاری که کردن از شبکی از این شیش نیروگاه اینها آب دریا رو استفاده کردن برای خنک کردن این کورهای اتمی. این آبها باز برگشته به دریا و رادیواکتیویته 3000 برابر از حد معمول بوده. تصور اینها این هست که حتما اینها رو میبرن با زیر دریا مخصوص اونجا رها میکنن. این آبها به سطح نمیان به جهتی که اونجا علت فشار زیاد و اینا حرکت آب در عمق اقیانوس ها کم هست. حتما محاسباتی کردن آقای مهدی. من در این باب تحقیقی نکردم که بدانم چه میزان طول میکشد که مثلا یک ماده رادیواکتیوی که در آب هست از عمق فرض کنید چند هزار پایی سطح آب این به سطح آب بیاد و ایجاد خطر بکند. اما به هر صورت مواد رادیواکتیو در محیط بسیار بسیار خطرناک است برای گیاهان، یعنی زندگی رو تخریب میکنه. امروز بعد از چندین سال از گذشت حادثه چرنوبل جاهایی هست در چندین ده کیلومتری که اونجا یک شخصی رفته بود برای تحقیق، این دستگاه هایی که وقتی ماده رادیواکتیو در اطراف باشه حساسیت نسبت به این تشعشعات داره و صدای یا چراغ روشن میکنه، در یک مزرعه کاهو رادیواکتیو بود و اون خانمی که اونجا کار میکرد میگه مشکل نیست ما از اینها میخوریم، در حالی که خب بسیار خطرناک بود و چندین ده هزار نفر جان خودشون رو بر اثر این کار از دست دادن. تازه این فقط این یک انفجار اتمی نیست، هم مثلا توجه داشته باشن در یک کوره اتمی انفجار اتمی
ایجاد نمیشه مطلقا، چون این یک تکنیک و فن خاصی است. این اتفاقی که میفتد مواد رادیواکتیو در واقع این میله های اورانیومی پلوتونیومی که اینها در اثر فعل‌انفعال زنجیری گرم میشوند و آب رو جوش میارن برای چرخاندن توربین، وقتی آب به اینها نرسد حرارت بسیار بالا میره، گازهای رادیواکتیو بالای کوره جمع میشه و این سببش شکافتن جدار کوره میشه و بعد مواد رادیواکتیو بیرون میریزه. همون مواد رادیواکتیو هستن که این تعداد رو کشتن و اطفالی که به دنیا آمدن عجیب الخلقه و ناقص الخلقه بودن در این حادثه چرنوبل، و بر روی هم یک سیستم بسیار بسیار خطرناکی است و عرض شود که به خصوص در مکانهایی که در مسیر زلزله هستند، مثل کشور خود ما که بسیار زلزله خیز هست، بسیار بسیار چیز پلید و خطرناکی است. به ویژه که ایران در واقع با این همه گاز و این همه نفت اینها هیچ نیازی به این دستگاه کثیف ندارد. هموطنان ما بایستی به جای این که بگوین نمیدونم انرژی اتمی حق مسلم ماست، بگوین آقا آزادی بیان حق مسلم ماست و به این دولت فشار بیاورن که این کار رو انجام ندهد، گرچه روس هم انجام نخواهند داد و این سوها رو بیرون کشیدن و نیروگاه های و شیوه های دیگر تولید انرژی امروز در اختیار هست. خب این دیگه خیلی خیلی واضح هست که آخوندهای محترم برای ساختن این دستگاه نظری جز تولید پلوتونیوم و بمب اتمی ندارن. فکر نمی کنم این موضوع از کسی پنهان بوده باشد، اما مردم ما رو به خصوص کسانی که اطلاعاتی ندارن تهییج کردن که این با موضوع صنعت نفت عملی کردن نفت قابل مقایسه است و عوام الناس رو به خیابان کشیدن که انرژی اتمی حق مسلم ماست. و عرض کنم که بقیه مطالب رو خود شما بهتر میدونید آقای مدیر. ممنونم آقای مشیری. یه سوالی که از قدیم الایام، یعنی از دوران کودکی در اذهان بود و خب در ذهن من هم بود، این بود که همواره میگفتن که اینشتین در تهیه فرمول بمب اتمی دخالت داشته، این تا چه حد درسته؟ بله این داستان خیلی مشهور هست. اینشتین هیچ گونه دخالتی در این قضایا نداشت. در واقع آنچه آقای آلبرت اینشتین گفته است در نخستین بخش تئوریشون، تئوریش دو بخش از تئوری نسبیت، اینجا میگوید که ماده یک نوعی یک فرمی از انرژی است. حالا پیش از اینشتین ژول هم ثابت کرده بود که کار و انرژی در واقع به هم قابل تبدیل هستند. اینشتین هم برداشت نوشت که ای برابر است با ام ضرب در سرعت نور و قوه دو، که البته یک چیز خیلی خیلی وحشتناکی است از نظر انرژی که تولید میکنه. یعنی اگر ماده‌ای پیدا بشود که بشود تبدیل به انرژی بشود، این مقدار انرژی فقط اینشتین تا اینجا قضیه بود. و بعد که آمد به آمریکا و عرض شود که اون چهار دانشمند مجاری و لهستانی و اینها که از آلمان اومده بودن زنگ خطر رو به صدا در آوردن و روزولت نامه نوشت آقای اینشتین که گفت آلمان ها ممکن است چنین کار انجام بدن، اینها آمدن دانشمندان رو جمع آوری کردن. با اینشتین هیچ گونه تماسی در این واقع حاصل نشد، چون اینشتین رو نمیشد کنترل کرد. یعنی اونقدر مشهور بود که نمیشد آلبرت اینشتین رو برد در این لس آلاموس و مثل بقیه در واقع او رو در اونجا محصور کرد و کنترل کرد، چون همواره خبرنگاران جستجو بودن که آقای اینشتین کجاست. این است که هیچ گونه رابطه‌ای آقای آلبرت اینشتین با این بمب‌سازی مطلق ایشون نداشت و این دانشمند مشهور انگلیسی آقای هاکینز گفته است اونهایی که میگویند اینشتین باعث این شده است، به مثابه آن است که هر موقع هواپیما سقوط بکند بگوییم این تقصیر نیوتن بوده. این است که هیچ گونه دخالتی آقای آلبرت اینشتین نداشت و هیچ خبر نداشت از این موضوع. خیلی خیلی پروژه سری بوده. بعض دوستان او البته اونجا بودند، اما هیچ گونه ارتباطی به شخص آلبرت اینشتین داستان نداشت. و وقتی که این قضیه برملا شد، یعنی بمب منفجر شد، بسیار اینشتین کوشید که به نحوی از تولید این سلاح‌ها جلوگیری بکند و در همین کتاب در یک گوشه‌ای من در یک از کتابی دیدم و وارد این کتاب کردم، این که
یک دانشمند در واقع فیزیک ژاپنی وقتی که آمد به دیدار آقای آلبرتشتاین، خیلی مرد انسانی بود اینشتین، و اینشتین مبالغی گریه کرد، گریست اونجا، در حالی که هیچ گونه تقصیری متوجه اون نبود. اون مرد عالمی بود و تحقیقی کرده بود و یک تئوری بسیار نیرومند و مدرن آورده بود. یک بخشش هم گفته بود که انرژی در واقع یک فرمی از ماده است و ماده میتواند تبدیل به انرژی بشود. این هیچ ارتباطی به این که شما بروید و نمیدونم پلوتونیوم تهیه بکنید و اورانیوم تهیه بکنید و بعد بروید با اون شیبه های خاص که خیلی خیلی پیچیده و علمی بود در اون روزگار و امروز هم هست بوم سازی بکنید، و آقای اینشتین هیچ شرفی ندارد. اینشتین مرد سرخ دوستی بود، پاسیفیست بود اساسا، یعنی علل اطلاق علیه خشونت بود، و اینها عقایدی است که خب در جامعه رایج هست اما صحتی درش نیست. آقای مهدی گرامی، پس آقای مشیری دقیقاً این فرمول از کجا آمد؟ این درسته که برخی از دانشمندان آلمانی پایه های این فرمول رو نهادن و بعد اینها آمدن به آمریکا همکاری کردن برای تولید بمب؟ بله بله، کاملا درسته آقای موریگرا. ببینید، آلمان بسیار بسیار پیشرفته بود در این زمینه، به خصوص مؤسسه قیصر ویلهلم که بعد تبدیل شده است به مؤسسه ماکس پلانک. در اونجا دانشمندان خیلی بزرگی کار میکردن. خود آقای اینشتین در اونجا سمت ریاست داشت برای چندین سال، بعد از اینکه تعصبات ضد یهودی قوت گرفت و علیه او اقدام کردن، حتی بعضی دانشمندان متأثر، این مرد به آمریکا آمد. اما دانشمندان بزرگ در اونجا بودن، و این داستان که میشود که یک چیزی بشکند زیر بمباران، این داستان تو بود به اینشتین هم رفتی نداشت. و در عرض شود که همین قیصر ویلهلم لابراتوری، اوتو هان، دکتر هان که یک رادیو کمیست بود، این مرد چندین اکتشاف دارد و توانست به بمباران نوترون در واقع فلز اورانیوم رو بشکنه، و وقتی شکست تبدیل شد به عناصر سبکتر و مقداری انرژی تولید کرد. هان متحیر شد و متوجه شد که یک چیز خطرناکی است، اگر که اعلام بکند ممکن است نازی‌ها از آن استفاده نظامی بکنند. آمد یک نامه‌ای نوشت به لیز مایتنر، خانم مایتنر که فیزیسیست بود، سالها با آقای هان کار کرده بود، مایتنر هم یهودی بود، گریخته بود رفته بود، و ایشون عمه یک دانشمندی دیگری بود به نام آتو فریش، و نوشت آقای هان که این اتفاق افتاده، اما من نمیدانم پروسس این فرایند این چگونه بوده، من این رو بمباران کردم و این شکسته، تبدیل به این عنصر اون عنصر شده است به عنوان مثال. اون دو نفر هم آمدن و تئوری رو ساختن، یعنی در واقع تئوری اصلیش آقای نیل بور داده بود، اصطلاحا تئوری قطره ای میگویند، یعنی میگوید بور که مرکز اتم به واسطه یک قطره آب هست، وقتی ما میخوام این رو بشکنیم به مثابه قطره آبی است که یک در یک سطح چربی حرکت بکنه و به دو قسمت تبدیل بشه. به بور گفتن، بور یکی از بزرگترین در واقع نوابق این مطلب بوده، در یعنی در واقع ساختمان اتم و الکترون ها و این فرمول های ریاضیش و اینها، در واقع در کتاب های شیمی و فیزیک این مدلی که ما امروز در اختیار داریم که در واقع پروتون ها و نوترون ها در مرکز هستند، الکترون ها در لول های مختلف بر اتم میچرخند، این مدل نیل بور هست. به بور گفتم، بور هم خیلی خوشحال شد که تئوریش درست بوده، و یک مسافرتی کرد با کشتی به آمریکا، و این سر رو به یک دوستی که همراهش بود در کشتی گفت، وقتی که پیاده شدن و الحاح کرد که شما نگویید چیزی تا من در این سخنرانی که دارم در جمع فیزیکدانان آمریکایی اونجا مطرح کنم. این است که اون مرد از شبت که به مرزی که پیاده شد با خبرنگاران مصاحبه کرد و گفت اتم در آلمان شکسته شده چنین و چنان، و راز غمش در دهن عام افتاد، و بور هم آمد اینجا سخنرانی کرد. یک مرتبه چهره فیزیک دگرگون شد در فرانسه و در آلمان و در آمریکا. تحقیقات در این باب ادامه یافت، مدتی گذشت تا توانستند دانشمند در واقع محاسبه بکنن
که چه میزان جرم لازم است، چه حد اقلی لازم است از این عنصر اورانیوم که بشود فعل انفعال زنجیری رو در آن ایجاد کرد. بعضی دانشمندان فکر میکردن چندین تن لازم هست، اما یک دانشمند فراری که در انگلیس کار میکرد محاسبه کرد که در واقع بین 8 پوند تا 15-16 پوند اگه ما داشته باشیم، اون 80 نسل انفجار رو میتوانیم داشته باشیم. و این محاسبه در آمریکا مورد تایید دانشمندان قرار گرفت. دانشمندان آلمانی هم البته کار میکردن با بودجه خیلی کمی که ارتش در اختیار اونها گذاشته بود، و در اونجا آقای ورنر هایزنبرگ دانشمند بسیار بسیار مشهور و پدر کوانتوم فیزیک اونجا ریاست مطلب رو به عهده داشت. یک خطایی عرض کنم که یکی از دانشمندان کرد در باب همین عنصر کننده گرافیت و گمان کرد که گرافیت کار نمی کند، اینها خراب شد. ارتش هم در واقع بودجه ای نداد و گفتن که هیتلر بودجه در اختیار کسانی میگذارد که بلافاصله بتوانند نتیجه بدهد، این کار شما خیلی طولانی است، و بودجه اونها را قطع کردن. یک نیروگاه کوچیک ساخته بودن در واقع خلاف نظر اون دانشمندان فراری مثل لیو زیلارد و ادوارد تلر و دیگران. آلمان ها میخواستن یک موتور اتمی شاید بسازن که روی زیردریایی‌هاشون و کشتی‌هاشون کار بکنه، که در این باب فرصت نیافتن. بعد عرض کنم که گفتن که حالا که گرافیت به عنوان تعدیل کننده خراب هست و مؤثر نیست، آب سنگین که در نروژ تنها کارخانه که آب سنگین ایجاد میکرد از اونجا میآوردن، که متفقه اونجا هم بمبارون کردن. و در واقع تحقیقات اتمی آلمان ها علارغم دانشمندان بزرگ متوقف شد و این ترس آمریکایی ها بیهوده بود. اینا خواب نداشتن، یعنی گفتن اگر که در انگلیس یک شخصی که شاگرد هایزنبرگ بوده است توانسته است این در واقع کریتیکال ماس رو حساب بکند یا جرم بحرانی لازم برای انفجار اتمی، حتما آقای هایزنبرگ که یک نابغه است، برنده نوبل هم است و عرض کنم فیزیکدان بزرگی است، حتما ایشون، به خصوص که ایشان یک نظریه پرداز فیزیک بود آقای هایزنبرگ و تخصصش ریاضی فیزیک بود، بسیار مرد بزرگی بود، حتما او هم میتواند. بسیار ترسیده بودند در حالی که آلمان ها ضمن اینکه تحقیقات اندکی رو عرض کنم که در همون ساختمان انجام میدادن، اما در اندیشه بم نبودند و این در واقع استف بیشتری احتیاج داشت. در خود آمریکا بیشتر از 45,000 نفر حدود 4-5 سال، در واقع کمتر حدود 3.5-4 سال کار کردن در چندین کارخانه، و تعداد کسان دانشمندانی که اونجا بودن بین اینها 11 برنده نوبل کار میکردن که اینها در قسمت فیزیک مخصوصا نوبل گرفته بودن یا بعدا بردن، تا توانستن که این جن رو از بطری به قول آمریکایی ها بیرون کنن و این فعل انفعال زنجیری رو به صورت تخریبی بسازن، به وجهی که در 1,000,000 ثانیه این همه انرژی ناگهان تولید بشود و این در واقع این بمب عجیب و غریب هولناک ساخته بشود. آقای موریگر، عجب داستان شگرفی بوده واقعا آقای موریگر. خیلی خیلی داستان شگرفی است آقای موریگر. من در 12 سالم که بود یک تصویری دیدم، در اگر خطا نکنم خدایا در سفید و سیاه بود، یک قارچ اتمی بود و یک چند بدن سوخته بچه ها و اینها، این رمز و رازی که در این قضیه بود و در واقع جنایت هولناک و عجیبی که در این ماجرا اتفاق افتاده بود و کسانی که این کار انجام، برای من یک داستان بسیار بسیار شگفتی شد که از ذهن من هرگز بیرون نمی‌رفت. متأسفانه هر چه من گشتم در ایران هیچ منبعی پیدا نکردم، و از اون سالهای اول که آمدم اینجا به خاطر این واقعه غریب و بسیار عجیب که شاید عجیب‌ترین قصه تاریخ انسان هست، مرتب کنکاش کردم که ببینم ماجرا چه بوده تا توانستم اطلاعات کافی در ارتباط با اینکه از کجا به کجا رفت، چه کسانی بودن، تئوری قضیه چه بود، کی ساخت و کی گفت و چه عواملی در واقع باعث شد که این ماجرا ساخته بشود و انجام برسد. هم به لحاظ علمی بسیار حیرت انگیز هست، هم به لحاظ انسانی بسیار وحشتناک که شما در اندک مدتی چند ثانیه یک شهر آباد رو تخریب کنید. در واقع در این هیروشیما که بمباران شد، یک مهندس ژاپنی، اسمش هم آوردم من اینجا، اینا جمعا 19 نفر از هیروشیما گریختن رفتن به ناکازاکی، غافل از این که 3 روز بعد
یک بمب پلوتونیومی به نام فتمنم بر ناکازاکی انداختن. این مهندس رفته اونجا و پیش رئیس کلش که در عرض کنم که ناکازاکی زندگی میکرد توضیح میداد. میگه آقای رئیس یک بمب بود و رئیسش قبول نمیکنه، میگه آقای فلانی، حالا اسمش خیلی اسم ژاپنی مشکلی است، تو مهندسی، بنشین برای من حساب کن ببینم آخه یک بمب چگونه میتونه شهر رو خراب بکنه. میگه والا به خدا قسم، حالا خدای اون هرچه هست، این یه بمب بیشتر نبود. میگه آقا عقل از سرت پریده. در این بین گفتگو حدود ساعت 12 اندکی بعد از 12 ظهر بوده، 9 آگوست سال 1945، اون برقی که در هیروشیما دیده بود این مهندس اونجا دید، گفت همین خودشه، و شیرجه رفت زیر میز، زیر میز چوبی قطور چوب بلوط، اون رئیس هم رفت زیر میز، بعد ضربه انفجار وارد شد، کارخانه رو به خاک افسان کرد، اما این دو نفر جان به در بردن. مقصود این که برای دانایان هم غریب بود که چگونه یک بمبی، و میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی که آلمان ها در واقع شکست خورد آلمان، یک انجمنی تشکیل دادن آمریکا و انگلیس که اینها برون و این فیزیکدان ها رو دستگیر کنن بیاورن در لندن. رفتن و هایزنبرگ و دکتر هان وایستکر، از اونم که پال هارتک، اینا فیزیکدان های بین المللی بودن، اینا رو آوردن و در منطقه کمبریج اونجا یک خانه بزرگی در اختیار اینا گذاشتن، پذیرایشون هم میکردن، اما تمام این منزل رو میکروفون گذاشته بودن که تمام مکالمات اینها ضبط شده، امروز قابل شنیدن هست و شگفت انگیز این مکالمات این دانشمندان آلمانی که ببینن اینها در ساختن بمب اتمی چه کردن. وقتی که موضوع هیروشیما شد، یک روزنامه انگلیسی رو انداختن پشت در، اینها برداشتن و شروع کردن مطالعه و خیلی تعجب کردن و بردن پیش هایزنبرگ که از همه مشهورتر بود، و آقای هایزنبرگ اینها چه شده، این چگونه ممکن اتفاق بیفته؟ هایزنبرگ میگوید که داستان دروغ است، حتما اینها تبلیغات هست و اینها. تا 3 روز بعد موضوع ناکازاکی هم باز آمد، اینها به فکر فرو رفتن. مکالمات این آقای مریخ بی اندازه جالب هست، که البته این دانشمندان که دکتر هان هم جز اونها بود که همون سال برنده نوبل شد و رئیس اون در واقع کمیته، با اندک خجالت با آقای هان به مسافرت هستند، در حالی که او دستگیر شده بود و در زندان بود. باری این دانشمندان حاضر نشدند که در دانشگاه انگلیس یا آمریکا کار بکنند و بازگشتند، این تعداد و فیزیک آلمان رو دوباره ساختند. مقصود این که یک چیز شگفت‌انگیزی حتی برای دانشمندان علم فیزیک بوده که چگونه می شود که چنین چیزی ساخت، و از مکالماتی که بین اینها شده است شگفتی دانشمندان آلمان کاملا آشکار هست، که البته بعد که خوب فکر کرده آقای هایزنبرگ گفته است شما چند ساعت من وقت بدید، من به شما خواهم گفت که این فرایند چگونه است، و در کمال شگفتی این مرد بزرگ ایستاده است و برای در واقع همکارانش توضیح داده است که چگونه میسر هست انفجار اتمی، بدون اینکه بداند که این فرایند چه بوده، اما به قوت در واقع علم فوق‌العاده‌ای که داشت توانستن. اما تا پیش از آن اصلا متصور نبود. آقای نیکسون میگوید که من در نیویورک بودم، شنیدم یک بمب خیلی بزرگ انداختن بر روی ژاپن، اما من نمی‌دونستم این چی هست، داستانش چه چیزی هست. و خود آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که البته در جریان هم بودن و با هم همکاری می‌کردن، اینها نمی‌دانستند چه ضایعاتی بر جامعه انسانی وارد می‌شد. یک تیمی فرستاده بودند برای مطالعات در باب انفجار، در واقع اثرات این بمب، نوع کشتاری که انجام میشه، چه میزان توسط برق انفجار، چه میزان توسط در واقع ضربه انفجار، چه میزان توسط اشعه گاما، اینا هم نمیدانستن در واقع چه ضایعات غریبی در دنبال خواهد داشت. آقای موری خیلی ممنون. شنوندگان گرامی، تصور میکنم که این رشته اطلاعات در کتاب آقای مشیری باشه، همه به نام از آتن تا هیروشیما. بله بله همیشه. آقای مشیری عزیز خیلی ممنونم. خیلی این فرمودید، عرض کنم که این اطلاعات در کتاب هست، اما کتاب موجود نیست. آقای مشیری خب بعضی ها دارن میتونن قرض بدن به دیگران. بله، حالا من تصمیم گرفتم که یه بازنویسی از این کتاب بکنم، شاید یک بخشش هم به ایران و این مطالب مربوط به ایران هم شاید بتوانم اضافه بکنم که بعد نخواهد. امید خدا. خیلی ممنونم آقای مشیری.